اما خب اینو درستش کنم. خب اینجا گزینه‌ای به ما داده x و v، من با x خورده میارمش این و با v خورده میبرمش بالاتر، مثلا اینجا قرارش میدم. از پن نه میشه؟ آره اونم میشه، ولی خب خیلی این کاری که میگم دقیق‌تره، دقیق‌تر در میاد شکلی که میخوای. بعد الان من میخوام اینو درست کنم، آوردمش اولی محور مختصات. من حالا میتونین اینجا هم شروع کنین، من باگ خودمه و میام روی سطح میخوام اونو تشکیل بدیم. یه دیسک میارم و دیسکر رو میارم دقیقا زیر این قرار میدم. الان من درست نمیبینم دیسکر رو، فقط آره چون دیدم خوب نیست. خب بزنم نهر مختصات وسطش. خب میارم مثلا میذارمش اینجا، میذارم و قشنگ و... یعنی این محور مختصات، این انکر پوینت اون قشنگ حتی اینجا بهش میگم پیوت، این پیوت همون قشنگ میفته وسط. تی رو میزنم، یه خورده بزرگترش میکنم، شما ممکنه نبینید، خب تو فیلم ضبط شده میبینید که حالا این چجوری داره بزرگ میشه. تا اینجا مثلا ببینین، الان من چون میخوام قلعه رو در بیارم، خب بعدا حالا متوجه میشین چرا من تعداد روتیتاش رو میذارم رو 15. خب سگمنتاش رو دیگه ندیگه، خب 16 تا سگمنت داره، یعنی از 16 تا خط تشکیل شده. خب من اینو میذارمش رو 15، یه دونه کمش میکنم، دلیلش جلوتر بهتون میگم. الان اینجا پرسپکتیو دیگه عکس رو نه، عکس رو فقط بغل میتونی ببینی. خب سی رو میزنم، اینو قابل تبدیلش میکنم و روش رو انتخاب میکنم. نه شما باید انجام بدین. خب حالا دی رو میزنم میرم بالا، میبینی میره بالا. حتی بزنین خوش شکل هم بیارمش بالاتر که بیارم که از لبه این شروع شه دیگه، خب دقیق تر باشه. خب دوباره میام رویش رو انتخاب میکنم، این سطح رو انتخاب میکنم، اینجا رو توالت انتخاب میذارم، میرم اینور. دی رو میزنم مثلا تا این لبه میام بالا. خب میبینی اینجا خود رفت داخل. خب تی رو میزنم، یعنی دوباره دی رو میزنم، یه کوچولو میام بالا، تی رو میزنم یه خورده میرم داخل، دوباره دی رو میزنم یکم میام بالا، دوباره تی رو میزنم یه خورده ببخشید دوباره دی رو میزنم یه خورده میام بالا. میبینی خیلی غریزیه. خب یه کوچولو اینجا بازش میکنم، دوباره حتی خورده دقیق نیومدم بالا ببخشید. خب بذاری من این خورده بیارمش بالاتر تا این لبه، چون شکلم هم میخورده زاویه یه که باید یه خورده هم حدسی انجام بدم. دی رو میزنم برای اولین بار، قبلی پاکش کردم. تی رو میزنم میخورده جمعش میکنم به سمت داخل، دی رو میزنم میخورده میرم بالا، تی رو میزنم میخورده بازش میکنم یعنی لبه، دوباره دی رو میزنم میخورده میام تا اینجا بالا، دوباره دی رو میزنم یکم میام بالا، تی رو میزنم مطابق بر لبه اون دیگه. خب دوباره دی رو میزنم، دوباره تی رو میزنم، دوباره دی رو میزنم، میبینین مطابق با لبه اون میام بالا. خورده زیاد اومدم بالا. شکل اصلی تا حالا این. خب دوباره دی رو میزنم، میبینید دقیقا اندازه لبه دیگه. خب تی رو میزنم دوباره میدازمش رو لبهه، دوباره دی رو میزنم، تی رو میزنم میام رو لبه، دی رو میزنم اینجا ببینید خورد دوباره رفته داخل. خب دوباره دی رو میزنم یکم میام بالا، تی رو میزنم یه خورده جمعش میکنه، دی رو میزنم میام بالا،
تیر رو میزنه میخوره دوباره بزرگش میکنه، بی رو میزنه میبینه این همینجور با اکسترود خب منطبق با این همینجور میام بالا، دوباره من دی رو میزنم یکم میام بالا اینجا خورده جمع شد، دوباره تی رو میزنم این خورده جمع میشه، دی رو میزنم تی رو میزنم تا رسیدیم به این لبه. حالا من اینو میکشمش بالا، دی رو میزنم تا اینجا مثلا. بله؟ نه دی رو زدم بیرون درک کردم فقط. ها بعد تی رو میزنم این خورده جمعش میکنم، دوباره دی رو میزنم میام تا این بالا، اینجا خورده خب شیپش کمتر، اینو مثلا تا اینجا جمعش میکنم. ببینید اینجا یهو باز شده. خب اینجا اگه یادتون باشه ما آی داشتیم دیگه، خب آیه میتونست تو بیاد میتونست بیرون بیاد، خب من الان آوردمش بیرون، حالا خوردم کشمش بالا خورده طبیعی تر میشه. دوباره دی رو میزنم، آره دی رو میزنم تی رو میزنم خوره باز شه، دوباره دی رو میزنم باز تی رو میزنم، دی رو میزنم تی رو میزنم دی رو میزنم اینجا خوره صاف سطحش، دوباره آی رو میزنم خورده به ما اضافه کنه، دی رو میزنم میرم تا بالا میام تا این لبه تا اینجا مثلا. ببینید شکل ما تا الان این شده. خب حالا روش ساب دیویژن رو اینا نزدیم، من میخوام این لبه هاش بیاد بالا دیگه. یادتون باشه دوره همین علمتون گفتم آی رو میزدیم یه خورده به سمت داخل جمعش میکردیم، این آی چقدر پرکار برده مثلا اینقدر جمعش میکنیم، این خط آی است. میام این لبه ها رو انتخاب میکنم. حالا فهمیدی چرا من 15 تا انتخاب کردم خراب کردم؟ نه 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 دو تا دو تا بزنم اوکی. خب نه خب آره اگه میخواستم مثلا کمتر باشه تعداد اینا اونجوری. الان من دی رو میزنم میام ولی خب میخوام اصلا بلندتر باشه سلقه خودم. خب این رخ شطرنج هم ببین همه شکل اینجوری مدل میشه، شما از یه دایره از یه دیسک از یه مربع میرسیم به یه شکل نهایی. چیو؟ آره خب ولی دیگه همه رو از پرسپکتیو از بغل انجام نمیدون دیگه، باید خب بغلش میدونم بالا انجام میدون، یعنی از سو پرسپکتیو انجام میدون از اینجا انجام نمیدون. حالا من میام چیکار میکردم ساب دیویژن مینداختم دیگه برای اینکه نرمتر بشه، اینو میندازمش زیر ساب دیویژن. خب خراب نشد. خب ما یه گزینه داشتیم به اسم لوپ پت کات. خب اینجاست کلیک راست که میکنی لوپ پت کاتتون میاد. خب لوپ پت کات میاد قسمت هایی که گرده هست رو صافش میکنه. ببینید الان من اینو انتخاب میکنم، این بالا رو میبینین شکل اصلی این شکلی بود، خب این خیلی گردش کرده. من لوپ پد کات دوباره ببینین جاشو یادتون بمونه کلیک راس لوپ پد کات. خب وقتی که من روش میام رو شکل، خب ببینین خودش میاد به من یه سری آپشن میده، یه سری مثلا پیشنهاد میده میگه اینجا رو میخوای ولی باید رو خطا باشم دیگه، این خطای آبی رو میبینین به من داده. خب شما الان انجام میدین دستتون میاد یه وقت فرشت نکنه. ببین الان مثلا من رو این خط آبی اون خط سفیده رو به من پیشنهاد داده، ببین شما میبینینش؟ آره ببین اینو منظورم این مربع رو. خب وقتی که مثلا بیام اینجا یک کلیک کنم بالاشو نه بالاشو صاف میکنه. خب دوباره میام اینجا بالاشو صاف میکنه، بالاشو صاف میکنه، اون پشتی‌ها رو انجام میدم به این صورت. خب حالا اینجا میخوام نرم بشه این وسط، خب باز میام روی این خطا مثلا از اینجا اینو صافش کن، اینو صافش کن، پشتی هم همچنین. حالا کاش اینو خورده میرفتیم بالاتر مثلا انجام میدادیم، یعنی این کفش رو خورده میاوردیم بالاتر، حالا مهم نیست دیگه. ببینید حتی مثلا من میرم روی این زاویه میگه میخوای کلش مثلا صافشه، میگم آره ببینی کلش تاثیر میذاره، خیلی کارتون رو راحت میکنه. خب حالا من نمیخوام اونقدر نرم بشه،
یا مثلا ببینیم میام این گوشه ها اینجا رو ببینید خیلی نرم شده، مثلا کلیک کنم یه خورده رانتر میشه. او کاش اینجا رو میبستم اول کار، اب نداره. یا مثلا به این صورت بذاریم من روی مربع براتون امتحان کنم ببینیم. به تو میام چجور ببندیم کلن تهشو. آره خب ببینین الان من بذاریم این مربع براتون انجام بدم، این ساب دیویژن رو. من روی این مربع خب یه دونه ساب دیویژن میدازم. میبینین ساب دیویژن گرد میکنه، خب این زل رو به اون زل میچسبونه. حالا من کلیک راست میکنم یه لوپ هاتکات میارم. خب مثلا میخوام این زلش صاف شه. ببین وقتی لوپ هاتکات میزنیم برای شما شکل اصلی رو نمایش میده، خب و شما میرین روی اون زلش یه کلیک میکنین. ببینین این ورش اوکی شد. خب این ورش هم میخوام مثل قبل بشه، حالا یکم کمتر. متوجه شدین چی شد؟ خیلی دقیق نیست دیگه، یعنی مثلا یکم این خب دیگه شما باید با دقت این ورم ورش کنیم دیگه. الان دست خودمه، خب میتونم اینجا بزنم، خب اینجا یه خورده نرم بمونه، میتونم تا جایی که میتونم برم امتحان. میبینی دست خودتونه، یعنی او کجا رفت چجوری من رفتم اونجا خب همه چی دست خودتونه. فقط بذاری که من قبل که مثلا من این فرصتی بدم شما انجامش بدین. ببینین از اکسترود خیلی شکل دار میتونین در بیارین و خونه هر چیزی شما چیزای دارویی میخواستین درست کنین. خب حالا میتونین مثلا یه عکس بگیرین از بغل از اون، خب بیاین در بیارین اینجا. خب حالا بهتون میگم چی درش و اینا رو چجوری در بیارین. خب بذارین فقط قبل اینکه من برم روی تمرین از بدنم بدنم بهتون میگم بعد جلوتر. یه خورده سخته، اونو بعد از استوانه در بیاریم، با استوانه درستش میکنم. قبل اینکه بریم روی شکل دوباره من بهتون بگم یه چیزایی رو. ببینید من اینو که تبدیل میکنم، خب میتونم بزنید حتی خورد تعداد سشو زیاد کنم، تعداد های سگمنت هاشو. خب ببینیم بچه ها سلکشن خودش یه دنیایی داره بر خودش. الان ناکاره مثلا من اینو میتونم کلیک کنم، بغلش هم کلیک کنم، بغلش هم کلیک کنم، بغلش هم کلیک کنم. یه گزینه اینه، یه گزینه هم این بودش که شما میومدیم مثلا از بغل اینو انتخاب میکردیم، مثلا اینو اینجوری انتخاب میکردیم. یه موقعی مثلا مثل این شکل، مثل این قلعه، این رخه تعدادش زیاده. خب مثلا تعداد سگمنت ها زیاده. الان مثلا من بخوام اینو تبدیلش کنم، کدوم این بالایی هست پایینی هست؟ بذاری من بالایی هست پاک کنم کیو. یه جایی هست مثل اینجا، من میخوام دور تا دور این توالت انتخاب قرار بگیره. نمیتونم دونه دونه بیام انتخاب کنم، یه موقعی من از این بغل انجام میدم. خب میبینین میرین اون ورم ناکنین اینجا هم انتخاب کرده، خب اذیتتون میکنه. به خاطر همین یه گزینه ای داریم، مثلا شما اینو انتخاب میکنین UL رو میزنین. خب UL اول U رو میزنین بلافاصله L رو. خب این دیگه به صورت لوپ میچرخه، خب یعنی دور میچرخه. الان بیام روی این زل میبینین مثلا اینو انتخاب میکنه، بیام روی این زل اینو انتخاب میکنه، دور تا دور رو میچرخونه. ناکن اینو انتخاب میکنه، خب بعد اینو انتخاب میکنم، مثلا میخوام میتونم اینجوری انتخاب کنم، میتونم این بیام روی این. وقتی روی این زل میرین اینجوری انتخاب میکنه، وقتی روی این زل میرین اینجوری انتخاب میکنه. دستتون میاد. خب میام چون حالا دستتون آشنا نیست با این کار، خورده ممکنه حالا براتون نامتعارف بشه. الان مثلا من اینو انتخاب میکنم یا اینو انتخاب میکنم، میبینین اون ورش هم انتخاب کرده ها، به صورت لوپه. خب یعنی اون سمتش هم یه دور دور این میچرخه انتخاب میکنه. خب UL خیلی به کارتون میاد، یادتون بمونه. یه گزینه دیگه هم داره خب به اسم UAB،
اون وقتی این خط رو انتخاب میکنیم معمولا انجام میشه. مثلا این خط رو انتخاب میکنم، خب یوبی، خب ببینید رینگ سلکشن انتخاب رینگش میکنه، خب یعنی خط های موازی با هم انتخاب میکنه. آره ناکال من روش کلیک کردم، خب دیرم میزنم اکسترودو، خب میبینیم میاد بیرون. حالا الان چون ساب دیویژن زدم، بزنید ساب دیویژنش اصلا بردارم، خب ناکال اینجا رو انتخاب کردم، میزنم میاد بیرون. خب یا مثلا اینو من یو الشو یا یو بیشو بزنم، یو بی یو بی، خب دی رو میزنم مثلا میاد بیرون. حالا مثلا من اینو بزنم، یه همچه چیزی شد تو یه اصوانه بیاریم بعد ساب دیویژن بهش بدیم، بعد همین با یو ال و یو همینجوری بسازیم بهتر نیست؟ یه قلعه رو قلعه نمیشیم این دقت در بیاریم ها؟ چون ببینید قوسا اینجا رو من بوشه، بعد همیشه که مثلا شما قلعه نمیخواین در بیاریم، خب یه موقعی شکلتون خورده پیچیده تره، ولی اون که شما میگین هم میشه. ببین از همه راه ها میشه، از اون خط ها میشه در آورد، خب خیلی کارا میشه کردش دیگه، راه های مختلفه، ولی حرفه‌ای ترینش اکسروده. خب هم راحت تره که شما دیگه دستتون هست دیگه، همینجور تیکه تیکه میریم بالا یه دونه ساب دیویژن میندازه، دقتش بیشتره. خب ناگهان من دقیقاً از رو عکس رفتم بالا، خب حالا اینجا رو سلیقه خودم خورده بالاتر گرفتم. خب همین بذارید تمرین کنی شما دوباره.